سلام و خوش آمدید به این برنامه گفتگوی جهانی. مهمان این هفته من آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا است. او اخیراً در بروکسل از مقر اتحادیه اروپا و مقر ناتو، جایی که اکنون من هستم، دیدار کرد تا پس از 4 سال پرتنش روابط خود را با همتایان اروپایی خود تجدید کند، قبل از اینکه به واشنگتن برگردد گفتگوی با یورو نیوز شرکت کرد. آقای بلینکن، از اینکه مهمان ما در گفتگوی جهانی هستید متشکرم. به بروکسل خوش آمدید. حضور شما در مقر ناتو و البته در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل کمی شبیه معسل به نظر می آید. آیا احساس می کنید که پیمانهایتان را پس از چند سال تنش تجدید کرده اید؟ خب، ما می خواستیم به اینجا بیاییم با یک هدف اصلی و آن تأکید مجدد بر تعهدمان به ناتو، به متحدانمان، به شرکایمان و به ویژه اتحادیه اروپا به عنوان متحد اصلی ما بود. این مهمترین پیام ما و بخشی از 2 هفته سفرمان بود. ما سفرمان را از ژاپن و کره شروع کردیم و بعد به اینجا آمدیم و همه اینها به این منظور بود که نشان دهیم آمریکا به تعهداتش، به متحدانش، به شرکایش بازگشت است. و ما شاهد استقبال خیلی خیلی خوبی در اینجا بودیم. آمریکا برگشته است. خب، این البته احساسی بود که ما نیز این هفته داشتیم. من حس می‌زنم که طی روزهای اخیر موضوع چین در سفر شما مرکزیت داشته و تا حد زیادی شما را راضی کرده. وقتی هواپیمای شما در بروکسل به زمین نشست و شما فهمیدید که چین چطور واکنش نشان داده، یا آنچنان که برخی می‌گویند واکنش بیش از حد نسبت به تحریم‌های نسبتاً ملایم اتحادیه اروپا نشان داده، زیرا این موضوع اروپا را به سمت موضع آمریکا در ارتباط با چگونگی رفتار با چین سوق می‌دهد. گرچه ما شاهد بودیم که رئیس جمهور مکرون گفت که ایده خوبی برای آمریکا و اروپا نیست که علیه چین هم پیمان شود، اما این موضع متحد می تواند نقطه عزیمت جدیدی برای شما باشد. خب، شما می دانید که موضوع هم پیمان شدن علیه چین نیست. این تلاش برای مهار چین نیست. موضوع ایستادن در کنار یکدیگر برای منافع و ارزش های مشترک ماست. یکی از این موارد کاری است که ما سالها برای آن سرمایه گذاری کرده ایم و مربوط به چیزی است که آن را نظم بین المللی می نامیم. ما معتقدیم که بهترین راه برای اطمینان از اینکه کشورها می توانند با هم کار کنند و مناسبات خود را به طور کارآمدی مدیریت کنند، ملحق شدن به مجموعی از قواعد و تعهدات است. چالش پیش روی ما اطمینان حاصل کردن از برقراری این نظم است. و وقتی کشوری، چه چین باشد یا هر کشور دیگری، در جهت تضعیف آن اقدام می کند، وقتی بر اساس قواعد و قوانین عمل نمی کند، ما وظیفه داریم در کنار هم بایستیم و بگوییم شما باید رعایت کنید. ما در کنار هم خیلی موثرتر هستیم. در حالی که شما این هفته در بروکسل هستید و به شدت مشغول، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پکن به سر می‌برد که کمی شبیه موضعی متحد علیه اتحادیه اروپا و آمریکاست. آیا نگران نیروهای روسیه در شرق و کشورهای بالتیک نیستید؟ در این باره چه فکر می‌کنید؟ این موضوع یکی از موضوعات اصلی گفتگوها در ناتو در این هفته بود. به نظر من نگرانی مشترک عمیقی در مورد برخی از اقدامات تهاجمی روسیه وجود دارد. البته در آمریکا ما حمله سایبری سولار وینز را داشتیم، دخالت در انتخاباتمان را داشتیم. ما استفاده بالقوه از پاداش برای مواجهه با نیروهایمان در افغانستان را شاهد بودیم و البته ما شاهد مسمومیت و اقدام به قتل الکسی ناوالنی را با استفاده از یک سلاح شیمیایی داشتیم و تجاوزات روسیه در شرق اوکراین. همه این موارد و همچنین سیستم‌های تسلیحاتی که در حال توسعه هستند، نه تنها برای ما بلکه برای متحدان و شرکای ما نگران کننده است. من فکر می‌کنم که یک ارزیابی مشترک از چالشی که روسیه ایجاد کرده وجود دارد و البته یک تعهد مشترک برای متحد شدن برای مواجه با آن. فکر می‌کنم که ما موضع روشنی داریم و ما این چالش را می‌بینیم. به نظر من فکر می‌کنم ما همچنین با موضوعاتی مواجهیم که خارج از منافع و علایق مشترک است، اما ما هنوز می‌توانیم با هم کار کنیم. مثلا ایالات متحده با روسیه توافقنامه نیو استارت را برای 5 سال تمدید کرده است. زمینه‌های دیگری هم وجود دارد، مثل ثبات استراتژیک، کنترل تسلیحات، موضوعاتی که ممکن است راه‌هایی برای همکاری مشترک پیدا کنیم. اما اینها باعث نمی‌شود که وقتی روسیه دست به اقدامات تهاجمی می‌زند، ما با شرکا و متحدانمان به شکل قدرتمندی متحد عمل نکنیم. مطمئن هستم این هفته گفتگوهای دشواری هم درباره موضوع ترکیه داشته اید. ترکیه یکی از اعضای مهم ناتو است که تسلیحات دفاعی از روسیه می‌خرد. این موضوع آشکارا کمی این اتحاد را تضعیف می‌کند، اینطور نیست؟ خب، امر مخفی نیست که ما اختلافات واقعی با ترکیه در این باره داریم. چیزی که من مستقیما به همتای ترکیه هم گفتم وقتی او را دیدم و متحدان دیگر ما نیز سخنان مشابهی گفتند. این درست است که ترکیه متحد دیرینه و بسیار ارزش
ارزشمند ماست که با ما در زمینه اهداف بسیار مهمی از جمله مبارزه با تروریسم از جمله در سوریه و دیگر مناطق همکاری می‌کند. بنابراین ما علاقمند به همکاری نزدیک با ترکیه هستیم بدون اینکه همزمان اختلافات خود را نادیده بگیریم. بنابراین ما گفتگوهای بسیار صریح و روشنی با آنها داریم و امیدواریم ترکیه برای مقابله با مشکلاتی که برای مثال در خرید سیستم S-400 برای اتحاد و پیمان ما ایجاد می‌کند اقداماتی انجام دهد. فکر کنید آنها گوش دهند؟ منظورم این است که بی‌ثباتی در مدیترانه شرقی هم وجود دارد که نگرانی بزرگی است. اما پیام شما درباره این موضوع چیست؟ من فکر می‌کنم که ما شاهد کاهش تنش در مدیترانه شرقی هستیم. به نظر من ناتو در تلاش برای کاهش اختلافات و اطمینان از اینکه در مناطق مورد اختلاف اقدامات تحریک‌آمیز صورت نگیرد نقش خیلی خوبی بازی کرد. این فرایند با ترکیه آغاز شد که کشتی‌هایشان را از آب‌ها و مناطقی که ادعاهایی از طرف مقابل وجود دارد بیرون کشید. ما باید شاهد حل مسالمت‌آمیز این اختلافات طبق قوانین بین‌المللی باشیم و به هر حال چالش‌هایی بر سر منابع طبیعی وجود دارد و همین موضوع باید راهی برای به هم پیوستن کشورها باشد. استفاده مشترک از این منابع، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و بهره برداری از آنها در واقع می‌تواند اموری باشند که کشورها را به هم نزدیک کنند. ما امیدواریم که دقیقاً این اتفاقات در منطقه بیفتد. آقای بلینکن، می‌خواهم درباره خط لوله نورد استریم 2 بپرسم، زیرا شما با اظهار نظرهایتان با گفتن اینکه این پروژه اوکراین را تضعیف می‌کند و شما می‌خواهید که اروپایی‌ها مانع آن شوند سر و صدای زیادی در آلمان ایجاد کردید. اما این خط لوله 95% پیشرفت داشته. آیا حاضرید مصالحه کنید؟ ببینید، آنچه که در درجه اول مهم است این است که آلمان یکی از نزدیک‌ترین متحدان و شرکای ما در هر نقطه از جهان است. و ما هر روز با هم در مورد بسیاری از مسائل با هم کار می‌کنیم که تأثیر عمیقی روی زندگی شهروندانمان دارد. و ما به عنوان نزدیک‌ترین شرکا با هم کار می‌کنیم. واقعیت این است که ما در مورد نورد استریم 2 با هم اختلاف نظر داریم و این واقعیت دارد. و این موضوع مشارکت و مناسبات کلی ما را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و نخواهد داد. اما خیلی در این زمینه موضع روشنی داریم. رئیس جمهوری بایدن به طور واضح گفته است که نورد استریم 2 ایده و توافق بدی برای اروپا، برای ما و برای اتحاد ماست و این پروژه اصول بنیادی اتحادیه اروپا را در زمینه امنیت انرژی و استقلال انرژی تضعیف می‌کند. از نظر من این پروژه چالشی برای اوکراین، لهستان و دیگر کشورهایی است که ما به آنها اهمیت می‌دهیم. بنابراین برای من خیلی مهم است که مستقیماً و به طور واضح به دوستم هایکو ماس این موضوع را بدون هیچ گونه ابهامی بگویم. واقعیت این است که ما قوانینی در ایالات متحده داریم که ما را ملزم به تحریم شرکت‌هایی می‌کند که از نظر مواد و تجهیزات به ساخت خط لوله کمک می‌کنند. بنابراین من فقط می‌خواستم اطمینان یابم که شرکای ما موضع ما را در این مورد بفهمند و اینکه برای حرکت به جلو نیاز به انجام چه کارهایی داریم و این همان کاری است که ما انجام دادیم. گفتگوی نامطبوعی است در حالی که مناسبات وارد آغاز فصل بعدیش می شود. برای گفتگو درباره این موضوع رهبران اتحادیه اروپا این هفته در بروکسل ملاقات می کنند و مهمان ویژه آنها از طریق ویدیو کنفرانس رئیس جمهوری بایدن است. می دانید که اروپا اکنون در وضعیت بحرانی جدی قرار دارد و با کمبود واکسن روبروست. تقریبا یک سال است که با قرنطینه روبروست که تاثیر مخربی بر اقتصاد 27 کشور عضو اتحادیه اروپا داشته است. این به وضوح یک چالش بزرگ تاریخی برای همه ما در ایالات متحده آمریکا بوده. ما بیش از 500,000 نفر را در این همه‌گیری از دست داده‌ایم. من از آسیب‌ها و مشکلاتی که همه‌گیری برای اروپا ایجاد کرده و تأثیر عمیقی روی زندگی مردم گذاشته با خبرم. ما متعهد هستیم که یک شریک بین‌المللی بسیار قدرتمند، یک رهبر بین‌المللی در برخورد با این مسئله باشیم. تقریبا 10 روز پیش با مشارکت کشورهای موثوق به کواد با حضور استرالیا، ژاپن و هند ابتکاری را ایجاد کردیم که به طرز چشمگیری دسترسی به واکسن را افزایش می‌دهد. ما مقداری واکسن در دسترس همسایگان نزدیکمان مکزیک و کانادا قرار دادیم و پیش بینی می‌کنیم که در هفته‌های آینده شاهد توزیع موارد بیشتری از واکسن باشیم. Okay, thank you so much and take care. Great to be with you. Thank you.